فرق نمیکنه دوم باشین یا سوم، همه باید این توضیحات رو در جریانش باشن، برای اینکه در آموزش عدد و عدد نویسی همه اینا مهم هست، به خصوص از اونجایی که وارد آموزش ده میشیم، چون دقیقا همون کار رو در آموزش 100 و آموزش 1000 هم انجام میدیم. برای همین این توضیحات روی کتاب اول شروع میکنیم، ولی موضوعش به درد همه میخوره. خب چند تا من مقدمه بگم. مقدمه اول این که ما وقتی میخوایم عدد رو آموزش بدیم به بچه های کلاس اول، تقریبا تا صفحه 50 کتابه که ما جلو رفتیم، بعد نماد عدد رو وارد شدیم. اینو قبلا هم یه اشاره کردم، مجدد دارم میگم، تفاوت بین مفهوم و نماد. یعنی یه وقت هست من میخوام مفهوم عدد رو یاد بدم، یه میخوام نمادش رو یاد بدم. نمادش مثلا این نماد یکه، این نماد دوه، یا حتی نماد انگلیسی رو یاد بدیم، نماد یکه، این نماد دوه. فرم دیجیتالیش رو یاد بدیم، مثلا دیجیتالی دو مثلا این شکلیه. اینا نمادن. ما یه مقداری اول مفهوم سازی میکنیم، هر وقت بچه ها آماده شدن نماد رو بهشون میگیم. برای همین در کلاس اول دبستان وقتی بچه ها نماد بلد نیستن هنوز، با چی شروع میکنن؟ با بیان کردن. الان اولین صفحه کتاب رو نگاه کنیم، همین درس اول میگه بشمار رو بگو. بچه ها میشمارن و میگن، چون نمیتونن بنویسن، مجبورن بگن، تا جایی که حالا نماد وارد میشه. این نکته اول. ما عجله برای گفتن نماد نداریم تا وقتی که مفهوممون کامل بشه. نکته دوم، آموزش عدد در کلاس اول ما تا 100 رو قرار یاد بدیم. تو کتاب اول یه اشاره خیلی مختصری کرده به 100، ولی بعدش دیگه جلو نرفته. اصل خود 100 باید تا کلاس دوم باشه. کلاس دوم میریم برای اعداد 100 تا 1000، تا یعنی خود 1000 رو دیگه نمیگیم. کلاس سوم میریم 1000 رو تا، عملا ما 4 رقمی میخوایم کار کنیم، تا 10000. و مثلا بچه ها 9000 و اینا رو هم میبینن دیگه، بیشتر از این دیگه نمیریم. حالا کسی اگه خواست من بعدا توضیح میدم که تو کلاس سوم اگه خواستید احیانا بیشتر از 4 رقم هم بگین چجوری بگید، اینو من بعدا توضیحش رو میدم، ولی بنای ما فعلا بر اینه. حالا تو خود کلاس اول آموزش عدد ما خودش چند قسمت میشه. یه قسمت آموزش عدد 0 تا 5، یه قسمت آموزش 5 تا 10، یه قسمت 10 تا 20، یه قسمت 20 تا 100. یعنی خودش 4 تا مرحله داره کلاس اول. ما امروز الان میخوایم با این شروع کنیم، مراحل آموزش عدد در کلاس اول دبستان با این 4 تا قسمتی که خدمتتون عرض کردم. بریم سراغ قسمت اول که 0 تا 5 هست. برای آموزش 0 تا 5 کاری که الان در کتاب ها داره انجام میشه. پس این تیکه یادتون باشه، این تقسیم بندی که من کردم، ما الان میخوام بریم آموزش 0 تا 5 رو بریم. این تیکه رو من فعلا دارم توضیح میدم تا برسیم به 5 و 10. تا 5 و 10 هم همین الان توضیح کلیش رو میدم، بعد کتاب رو نگاه میکنیم. در آموزش عدد الان کاری که کتاب داره انجام میده، مبنای کار کتاب شمارش، یعنی ما رو مفهوم شمردن داریم جلو میریم. اصطلاحی که ما داریم استفاده میکنیم اینه، ما داریم شمردن توتیوار رو به شمردن معنادار تبدیل میکنیم. هدف کتاب الان اینه. خب چجوری میشه شمردن توتیوار رو معنادار کرد؟ اول توتیوار بگیم یعنی چی، بعد بگیم چجوری میشه معنادارش کرد. شمردن توتیوار اینجوریه دیگه، بچه کوچیکه،
بهش میگی که بشمر، میگه 2 3 4 5 6 7 8 9 10، برعکس بشمر، بعضی برعکس هم میشمرن. به یه بچه مثلا حالا تازه زبون باز کرده شما میگین 1 2، اون میگه 3. حالا نمیفهمه معنی این 1 2 3 چیه. توتیوار یاد گرفته. توتیوار منظورمون اینه. از کجا بفهمیم توتیواره؟ از کجا بفهمیم معنا داره؟ تست داره. حالا من میخوام تستاشو بهتون بگم که ما چجوری این رو متوجه میشیم که شمردن بچه ها معنادار شده یا توتیوار. خب قدم اول برای تبدیل شمردن توتیوار به معنادار، یعنی اینی که دارم میگم باز هم مال اول هم مال دوم فرق نمیکنه، نگاهتون نگاه کلاس اولی نباشه. گام اول برای معنادار کردن شمردن، گام اول رعایت اصول شمارش. ما باید اصول شمردن رو رعایت کنیم. اصول شمردن چی هست که باید رعایت کنیم؟ 3 تا اصل داره شمردن. اصل اول این که از 1 به ترتیب بشمارید. 2 هر شیء رو فقط 1 بار بشمارید. چیزی رو جا نندازید، هر چیزم فقط 1 بار بشمارید. 3 عدد آخر در شمارش میشه تعداد. اینو بهش میگن اصول شمردن. این کجا هست؟ هم تو کتاب دوم دبستان اولین فعالیتی که بچه‌ها انجام میدن، نه اولین درسشون عدد و شمردنه. اینجا همینو داره میگه، در شمردن اشیا یا اشکال باید آنها را به ترتیب بشمارید، میشه 1. هر کدوم از آنها را فقط 1 بار شمارش کنید، میشه 2. تعداد آخرین عدد میشه تعداد، اینم شد 3. خب هم کلاس اولی ها هم دومی ها دقت کنن، اینی که من دارم میگم معنیش این نیستش که بریم سر کلاس بگیم درس امروز ما اصول شمردن، بچه ها بشینید من میخوام اصول شمردن یادتون بدم. منظور ما اصلا این نیست. بچه ها به طور طبیعی این 3 تا اصل رو تو ذهنشون دارن و اوتوماتیک رعایت میکنن. ما از کجا بفهمیم اینو که دارن یا ندارن؟ از کجا بفهمیم که رعایت میکنن؟ خیلی ساده است. این فعالیت رو معلم اول حتما انجام بدن، کلاس اولی ها حتما انجام بدن. به بچه ها بگین که بچه ها نگاه کنید من میشمارم، شما ببینید من درست میشمارم یا نمیشمارم. یکی از این 3 تا اصل رو به هم بزنید. اینی که دارم بهتون میگم یک تحقیقیه که تو آموزش ریاضی انجام شده. اون محقق محترم، محققی که میخواسته این موضوع رو آزمایش کنه ببینه که بچه‌ها میفهمن یا نمیفهمن، اون اصول از خود بچه‌ها در واقع بگیره. اون محقق یه لباس دلغک میپوشه، حالا شما نمیخواید لباس دلغک بپوشید، میگم محقق این کارو کرده، لباس دلغک پوشیده میره سر کلاس، مثلا شروع میکنه مهره ها رو شمردن. بچه‌های کوچیک دور و بر اون دلغک جمع شدن، اشکالش رو در واقع میگن، همین 3 تا اصل رو میگن. مثلا این شروع میکنه میگه که مثلا فرض کن من دارم انگشتا رو میشمارم، میگه 1 2 3 4 5 تاست. بچه ها نه مثلا 4 تاست، آخریشو گفتی 4 تا. یه اصل دیگر رو به هم میزنه، 1 2 3 4 5 6 7، اینا 7 تاست. میگه نه اینا رو 2 بار شمردی. خود صدا بچه ها در میاد، میاد یه دفعه میگه که 2، اینجا میگه 2 3 4 5، اینا 5 تاست. میگن نه 1 نشمردی، به ترتیب نشمردیم، 1 3 4 5. میگن نه به ترتیب نشمردی، 2 رو نگفتی. اینا رو خود بچه ها میگن، نیازی نیستش که ما بیایم اینا رو بهشون درس بدیم، اینا رو توضیح بدیم، اوتوماتیک بچه ها اینا رو جواب میدن، خودشون بیان میکنن. بنابراین اون چیزی که تو کلاس بعد اتفاق بیافته اتفاق کاملا طبیعیه. بچه ها میدیم بهشون اشیا رو بشمارن. خب این شد قسمت اول، رعایت اصول شمردن. قسمت دوم اینه که ما به بچه ها میگیم که
قبل و بعد یک عدد رو بگن. این قبل و بعد میتونه یکی باشه، میتونه دوتا باشه، حالا فرق نمی کنه. یکی یا دوتا. قبل و بعد رو بگن. مثلا قبل 6 چیه؟ 5. قبل 5 چیه؟ 4. قبل 3 چیه؟ 2. بعدش چیه؟ مثلا بعد 3 4، بعد 5 6. این قبل و بعد رو وقتی که بچه‌ها میخوان بگن، نکته مهمی اتفاق توش میافته که میشه نکته سوم. و اون حالا من اینجوری مینویسم: شمردن در ادامه شمردن. یعنی چی؟ ما اینجا یه سری اشیا به بچه‌ها میدیم، مثلا میگیم اینا رو بشمر. من مثلا من اینجا دارم براتون شکل میکشم. میگیم اینا رو بشمر. اینا رو پای بالاتر هم میتونید کار کنید، یا پای دوم هم میتونید اینو تست کنید. بشمر اینا رو. میگه 1 2 3 4 5 6 7 8. میگه خیلی خوب، حالا چند تاست؟ اگه بچه رفت از اول شمرد، گفت 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ما میگیم شمردن معنادار نیست. چون اگه معنادار بود میگفت تا اینجا که 8 تا بود یه بار شمردن دیگه، بعدیش میشه 9 تا. حالا تو قبل و بعدم اگه این اتفاق یواش یواش بیافته، ما میگیم آها شمردن داره معنادار میشه. یعنی چی؟ شما 3 تا کشیدین، میگید یه دونه بعد این چی میشه؟ بچه باید بگه تا اینجا 3 تا بود، بعدیش میشه 4 تا. یکی میکشم میشه 4 تا. تو کتاب گفته یه دونه اضافه کنید بگین چند تاست. وقتی یکی رو اضافه میکنه خواست بگه چند تاست، اگه اومد گفتش 1 2 3 4، میگیم خب چرا نگفتی 3 که بود، بعدیش میشه 4 تا دیگه. ما اینو تذکر میدیم تو کلاس اول. اینا علائم اینه که شمردن ما داره معنادار میشه یا نمیشه. خب پس این تست مهمش همین شمردن، ادامه دادن شمردنه. اینجا یک 5/4 من اضافه کنم. این معنادار کردن نیست، این حالا خیلی معنادار کردن نیست، فقط من میگم ما تو قسمت بعد بهش احتیاج داریم. اینجا اتفاقی که میافته اینه که بچه‌ها طبق نظر پیاژه تا 5 رو نیازی به شمردن ندارن، بدون شمردن انتظار میکنن. این قسمت سری بگو برای ما مهمه، یعنی بدون شمردن تا 5 رو بگن. اینم بچه‌ها باید یاد بگیرن، یعنی هر چیزی 1 تا 5 رو هر جایی میبینن بدون شمردن باید بگن چند تا. الان تو این تصویری که اینجا بازه چند تا آدم میبینیم؟ من نمیشمارم، واقعا هم نمیشمارم، میگم 4 تاست. نمیادم بگم 1 2 3 4، یه دفعه میگم 4 تاست بدون شمردن. الان مثال میگم باز. فرض کنید فنجون سبزا چند تاست؟ من بدون شمردن میگم 4 تاست. دارم میبینم 4 تاش. الان با شما همین تست رو بکنم. آدم بزرگام همینطوریه نه؟ آدم بزرگم همینطوریه. من الان دستم یه لحظه میارم جلو دوربین، شما بگین چند رو من دارم نشون میدم. الان شما نشمردید بعد میگن 3. نشمردین که. منم قد فرصت شمردن اصلا به شما ندادم. شما در جا گفتید. خب ما اینو توی پیش دبستان میگم فنجون سبزا 5 تاست. آها راست میگه. من اینکه جدا یه نفر بودهشو ندیدم، راست میگن. این من اینجایی که یه دونه صندلی خالی بود و ندیدم، من جلو بچه‌ها رو فقط نگاه کردم. نه نشون میده که من نشمردم، راستشو گفتم. خب این چیزایی که داریم میگیم خیلیاشو تو پیش دبستان هم میتونین تمرین کنید. اونا که حالا مربی پیش دبستان اگه هستش تو جمع ما میتونه اینا رو تو پیش دبستان کار کنن با بچه‌ها. همه اینا که تا حالا گفتیم و میشه تو پیش دبستان کار کرد، چون ما الان وارد نماد که نشدیم، که مفهوم عدد داریم کار میکنیم. ما وقتی کتاب می‌خواستیم بنویسیم، کتاب اول دبستان رو توی پیش دبستان رفتیم تست کردیم با بچه‌ها. همین سری بگو رو ما اینجوری عمل می‌کردیم: مهره می‌ذاشیم تو دستمون، یه لحظه باز می‌کردیم، سری می‌بستیم. الان این تمرینه که شما هم تو مدرسه می‌تونید انجام بدید. اینجوری یه لحظه باز میکنه میبندی. نه اینجوری نیستش که تو پیش دبستان عدد رو از 2 شروع کنیم، اصلا اینجوری نیست. اینا مال زمان شاه بوده، عدد رو 2 شروع میکردن، یه دلیل دیگه هم داشته. الان اصلا اینجوری نیست. نه اعداد ما اصلا تو پیش دبستان داریم شمردن کار میکنیم.
وقتی شمردن کار میکنیم دو معنی نداره که ما میخوام بنویسیم، هیچ ربطی به ملموس بودن نداره، اصلا موضوع ملموس بودن نیست، این اشتباه به شما گفتن، یه چیز دیگه بوده این موضوعش. اما وقت ما الان این نیستش که من بخوام اینو توضیح بدم که تو کتاب درسی قدیم چرا با دو شروع کردن، الان فرصتش نیست، ولی اصلا ربطی به ملموس بودن نداره و الان هم هیچ ربطی هم نداره که تو پیش دبستان بخواین دو رو شروع کنید. اینا حرفای مال کتابای گذشته است و اون کتاب گذشته مبنایی داشتن، بر اون مبنا اینا رو میگفتن، الان اصلا اینا نیست. ما الان فقط میگیم بشمرن بچه‌ها، با شمردن داریم میریم جلو. همه حرف من همینه، ما داریم با شمردن رو برای بچه‌ها معنادار میکنیم. برابری شما تو پیش دبستان نمیام میگید من امروز میخوام دو درس بدم، امروز میخوام یک یاد بدم، اینا که نمیخوان یاد بدین. یه سری مهره میریزیم میگه بچه‌ها بشمر، 1 2 3 4 میشمرن. رعایت اصول شمردن باید انجام بشه، اول این جا میافته، بعد تموم شد شمردن، بعدش میگیم که خیلی خوب حالا بیا قبل و بعدش رو بگو، بعد میگیم که حالا در ادامه بشمردی و از اول نرو بشمر، بعد میگیم که حالا سریع بگو. سریع بگو داشتم میگفتم، ما تو پیش دبستان رفتیم بدون آمادگی قبلی، یعنی به بچه‌ها کسی چیزی آموزش نداده بود، ما رفتیم همین کارو میکردیم، دستمون رو باز میکردیم سریع میبستیم. 1 و 2 و 3 رو به راحتی بچه‌ها تو پیش دبستان گفتن، بدون هیچ آموزشی، بدون هیچ تمرینی، بدون هیچ سابقه‌ای ما این کارو میکردیم، فوری میگفتن. برای همین کتاب اول دبستان فرض کرده که بچه‌ها تا 3 رو بدون شمردن میگن، 4 و 5 احتیاج به تمرین داشت. ما یه تقریبا یه 2 ساعت اینطورا توی پیش دبستان بودیم، با بچه‌ها تمرین کردیم، همینجوری هی تمرین کردیم بازی کردیم باهاشون. یه آخراش دمه اومدن بود تقریبا همشون تا 5 رو هم بدون شمردن میگفتن و سریع جواب میدادن. حالا شما هم تو پیش دبستان هم تو اول دبستان میتونین تمرین کنین. این شد گام 4. گام 5، اینا دیگه از اول دبستان یواش یواش داره خارج میشه، حواستون باشه. ما بعدش میریم سراغ دستبندی و شمارش. اولین دستبندی که بچه ها انجام میدن 5 رو جدا میکنن، 5 و 1 میشه 6، 5 و 2. اینجوری ما اولین کاری که میکنیم آموزش عددهای 5 تا 10. چجوری دسته درست میکنیم؟ 5 و 1، 5 و 2 تا آخر. بعد دسته بندی ادامه پیدا میکنه دیگه، دسته های 10 تایی رو هم بچه ها درست میکنن. 10 به بعد رو چجوری یاد میگیرن؟ 10 و 1 میشه 11، 10 و 2 میشه 12، 10 و 3 تا آخر. 21، خب همون هم میخونم، 21، 23، 20 و 3 دارم دسته کردن، دارن میخونن. بعد تو کلاس دوم شمردن چند تا چند تا رو یاد میگیرن، دسته بندی میکنن و میشمرن. الان تو اول کتاب دوم هست، اول کتاب سوم هم هست، یعنی از اینجا بعدش میشه دسته بندی و شمردن. تو کتاب دوم هست، تو کتاب سوم هم هست. آخرین چیزی که تو سوم هم بچه ها میبینن استفاده از تقارن در شمردنه، این هم تو سوم بچه ها میبینن. الان تو کتاب همینا رو بهتون نشون میدم. اینا مراحل معنادار کردن چی بود؟ شمردن توتیوار رو میخوایم معنادار کنیم، مراحلش رو براتون من کامل نوشتم. خب بریم سراغ اون تیکه تقسیم بندی بالا. من اینا رو نگه میدارم برای اینکه هر کسی میخواد یادداشت کنه، میخواد عکس بگیره، هر کاری کنه، از صفحه عکس بگیره بکنه، که من برم بالاتر رو توضیح بدم. الان رفتیم 0 تا 5، ما الان 0 تا 5 رو میخوایم شروع کنیم. مراحلمون چیه؟ این بچه اینا رو بشمارید، بعد از اینکه شمردن قبل و بعدش رو بگو، بعدش میگیم که حالا سریع بگو، 0 تا 5 تموم میشه، نوشتنش رو یاد میدیم. پس گام اول ما آموزش 0 تا 5، میخوام بریم 5 تا 10.
5 تا 10 چجوریه؟ 5 تا 10 رو اول بچه‌ها 5 رو که بدون شمردن یاد گرفتن و میبینن، بعد میگیم حالا 5 و 1، اسم 5 و 1 رو گذاشتیم 6. اینو بهش میگن مفهوم ترکیبی. ما از مفهوم ترکیبی داریم استفاده میکنیم اینجا. 5 و 1 اسمش 6ه، 5 و 2 اسمش 7ه، 5 و 4 هم اسمش 9ه، 5 و 5 اسمش 10ه، تا 10 میریم جلو همین شکل. خب میخوام این دوتا تیکه رو توی کتاب ببینیم. فقط من قبل از اینکه وارد کتاب بشیم این تذکرم بدم، از نظر ریاضی اصطلاحاً میگن که ما داریم تو کلاس اول دبستان تو مبنای 5 کار میکنیم. اینو بهش وقتی ما دسته 5 تایی درست میکنیم مبنامون میشه مبنای 5. بعد که دستمون رو 10 تایی میکنه میشه مبنای 10. ولی شروع آموزش ما مبنای 5ه. چرا مبنای 5ه؟ چند تا دلیل داره. دیگه کش اینه که ما انگشت دستمون که 5 تاست، یکی این که بچه‌ها بدون شمردن طبق حرف پیاژه تا 5 رو راحت انتظار میکنن. تاریخچه ریاضیات هم نگاه کنید، مثلا عدد نویسی مایاها به 5 تایی بوده، دسته بندیشون 5 تایی بوده، 5 تا 5 رو دسته میکردن. عدد نویسیشون هم مثلا فرمش 5 تایی بوده. من الان به زبان مایاها براتون عددها رو تا 10 مینویسم، نگاه کنید این شکلی مینوشتن. این 1 2 3 4، این شده 5 6 7 8 9، اینم 10. عدد 1 تا 10 این شکلی می نوشتن. معلومه که دسته هاشون 5 تایی بوده و این ترکیبی که ما میگیم 5 و 1 5 و 2 5 و 3 5 و 4 هم برای اون اتفاق می افتاده. خب ما میخوایم بچه‌ها ترکیبی اینا رو یاد بگیرن، بنابراین مبنامون هم مبنای 5ه، بنابراین توی کتاب باید کلی 5 تایی بچه‌ها ببینن. تاکید فراوانی که در کتاب اول شده روی دسته 5 تایی به شکل‌های مختلف، هدفش اینه، هدف اینه که بچه‌ها تا 5 رو بدون شمردن دیگه باید انتظار کنن. برای همین 5 و زیر 5 رو میبینن فوری باید بگن. اون چیزی که تو کتاب داره اتفاق میافته اینه، 5 و زیر 5 رو بدون شمردن باید بگن بچه ها. معلم های دوم حواسشون باشه، معلم های اول حواسشون باشه. ما وقتی که به بچه کلاس مثلا اول میگیم که 5 رو با دستت نشون بده، نباید بگه 1 2 3 4 5، نه اینکه این غلط باشه ها، نباید این کار رو کنه. ما میگیم باید بگو 5، 4 نه این 4، 3 این 3، نه اینکه دونه دونه بشماری. اگه گفتیم 7 رو نشون بده، نباید بگه 1 2 3 4 5 6 7. این مدل انگشتان سابق بود. الان انگشتی که ما داریم استفاده میکنیم این شکلیه، 7 5 و 2، تموم شد. 8 5 و 3، مثلا 9 5 و 4، این 5 این 4، تموم شد. بدون شمردن بچه ها باید فوری نشون بدن. از 1 تا 10 رو بدون شمردن انگشتان دستشون باید نشون بدن. خیلی خوب، تا اینجا من مقدمات رو گفتم. حالا میخوایم تو کتاب ببینیم. قبل از اینکه کتاب ببینیم اگر سوالی دارید سوالاتون رو بفرمایید. میگن تفاوت بین دستبندی و بسته‌بندی هیچ تفاوتی برای بچه‌ها نذارید، اصلا وارد این موضوع نشید، برش کن، این اصلا ارزش نداره دیگه. خودتون هم میگید معنی لغوی، برش کن، اصلا برای چی اون وارد این بشیم؟ چه نیازی داره ما بچه رو بهش بگیم این بسته است این دست است؟ ما چی کار داریم به این کارا؟ این بی خودی یک چیزیه تو ذهن معلم ها رفته که نه اهمیتی داره، نه مهمه، نه جایی به دردشون میخوره. حالا بگیم نه نه اینو بعد میگفتی بسته، نه نه اینو بعد میگفتی دسته، اصلا بچه ها رو از ریاضی ما اینجوری هم زده میکنیم هم دور میکنیم. ما به لب ریاضیش میچسبیم. الگو رو یادتونه؟
اینکه چه جوری بکشه، گفتیم نه حواشیه، الگو یعنی کشف رابطه. بچه‌ای که رابطه رو کشف کرد تمومه دیگه، ما بقیهش میشه حواشی. اینا الان حواشی هست، اینا لب ریاضی داریم خارج میشه، تفاوتش هم نمیخواد چیزی بگیم. خودتون خب خودتون بگیم به نظرتون بسته و دسته با هم چه فرقی میکنه. یه چیزی میگن دسته مثلا اشیاش دیده میشه، بسته دیده نمیشه. حالا شما، من اینو میگم، شما میگه نه اونجا، پس چرا میگفتیم بسته بندی؟ اونجا داشتیم توشون میدیدیم. مثلا اگه بیان باز عبرق بسته بندی کنن که توش معلومه که. من برای هم میگم واردش نشیم، چون اگه واردش بشیم ما تو ادبیات فارسیمون انقدر لغتامون دقیق نیستش که بگیم ما اینجا گفتیم بسته، اینجا گفتیم دسته، دیگه تمومه. نه، خیلی مثال نقض زیاد توش پیدا میشه. اون وقتی مثال نقضا باعث میشه که بچه‌ها گیج بشن. میگیم ولش کنیم واردش نشیم بهتره. میگن دانش آموز دوم با انگشت دست هم به درستی بیان نمیکنه. بزنیدش. اگه همچین دانش آموزی پیدا کردیم بزنیدش. آموزش 0 تا 5 رو ترتیبشو گفتم. میشمارن اول بچه‌ها، قبل و بعد رو میگیم، سریع بگو رو تمرین میکنه باهاشون، بعد نوشتن عدد. الان میخوام تو کتاب بریم ببین. میرسیم عدد 19 اینا رو هنوز نگفتیم ما. هنوز به اونجا نرسیم. بذاریم برسیم بعد. دانش آموز کلاس دوم اگه با انگوش بخواد بشماره چی کار کنیم؟ بمونیم کار کنیم یا بگذاریم؟ اون دستگی به نوع استفاده از انگشتاش داره و اینکه کی داره استفاده میکنه. اینا رو ما تو جمع و تفریق توضیح دادیم، ما تو جمع و تفریق گفتیم دیگه، جمع و تفریق کتاب دوم. نه مگه یادتون نیستش اینا رو بررسی کردیم؟ گفتیم اینجا داره روشهای کلاس اول رو مرور میکنه. اولش با انگشتا برو، اشکال نداره که با چوب خط برو، با شکل برو، با این برو. گفتیم بین این روش ها قراره روش انتخاب کنه، هر رایی که دوست داری. یکی دوست داره با انگوشش حساب کنه، اشکال نداره، این عیب نیست. بعدش گفتیم که اینا رو باید به مرور چکار کنن؟ حفظ کنن. وقتی که به مرور حفظ میکنن، یعنی انگشت و چوب خط و شکل و محور و همه رو بذار کنار، جواب رو دیگه حفظی بعد بگی. هفته به علاوهش میشه 15. دیگه نباید از انگشتش استفاده کنه. وقتی تو این مرحله وارد شدیم دیگه، مرحله که بچه ها باید از حفظ جواب بدن، دیگه از انگشتا باید خارج شده باشن. بعدم شما قرار شد راجع به استثناء نگین دیگه. من یه دونه بچه دارم تو کلاس دوم هنوز با انگشتش حساب میکنه، من الان صحبت اون بچه ها رو نمیکنیم. ما صحبت بچه عادی رو داریم میکنیم که به طور معمول بعد اینجا جمع رو حفظ شن. عدده زیر 5 رو میگن بچه ها، ولی عدده بالای 5 رو بعضی از بچه ها از انگوش استفاده میکنن. اینجا باید چی کار کنیم؟ برای چی استفاده میکنن آقای غلام نژاد؟ برای چه کاری استفاده میکنن؟ شما میگید که تا زیر 5 رو میگن، چیه تا زیر 5 رو میگن؟ بعد برای بالاش از انگوشت ها استفاده میکنن، یعنی تو چه کاری از انگوشت ها استفاده میکنن؟ جمع و تفریقه؟ بعد یواش یواش بذارن کنار. نم نوشته، من اینجا چیزی هنو برای 0 تا 5 چیزی ننوشتم. اینا معنادار کردنش مردن بود. جواب دادن که خانم دشتکی، گفتم که سب کنید 19, 20, 39 هنو نرسیدیم. گفتم میرسیم دیگه. آقای غلام نژاد، برای شمردن از انگشت استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی شما یه سری مهره جلوش ریخته و میخواد به شماره اینجوری اینجوری میکنه؟ یا میگه توی شمردن که کسی نمیاد اینجوری اینجوری از انگشتش استفاده کنه. شما مهره میریزین جلو بچه ها، میگه اینا رو بشمار، بعد بگه 1, 2, 3, 4, 5, 6. بیانه اینکه از انگشت نباید استفاده کنه که.
این پس برای شمردن بعیده کسی از انگشتش استفاده کنه و قرار نیست از انگشت برای شمردن استفاده کنه. ما برای جمع و تفریق استفاده میکنیم ولی برای شمردن که کسی استفاده نمیکنه. خب بفرمایید خودتون. سلام. منظور من این بود که شما گفتید برای اعداد 5 تا 10 میگیم 5 با 1. مثلا موقعی که اینو میخواد بگه میگه 5 6 7. منظور من این بود. نه این برای شمردن یا برای گفتن اعداد 7 مثلا شما میگه 7 رو با انگشتات نشون بده میگه 5 6 7 این منظوره. خب من اصلاح کنم اشکال کلاس اوله. معلم اول بهش یاد میداده مگه دو این مگه اینجوری داد نمیگفت که یک دو که درسته پنج هم که بده این هم پنجه باید اینو یاد گرفت باشه که ما اسم پنج دو رو هفت تا وقتی من میگم هفت رو نشون میده تو باید بگید پنج و دو نه دو رو میشماری نه پنج رو میشماری نه از پنج به بعدش رو باید بشماری هیچ کدوم اینا نیست من دو رو جدا بردم، پنج رو جدا بردم، من هم یاد گرفتم. پنج و دو میشه هفت. پس به من که میگه هفت رو نشون بده، بعد اینجوری کنم. نه درسته، کاملا حرفای شما درسته. میگم بعضی از بچه‌ها مثلا شما میگی پنج با سه، پنج رو میگه، ولی خب ادامه‌شو میگه شش. من خب یواش‌هاش تمرینه دیگه، بالاخره بچه‌ها از این اشتباه میکنن. البته میگم اینم اشتباه نیست. اون ما میگیم که خب چرا دوباره داری میشماری؟ مگه یادت نیست که 5 و 3 میشد 8؟ خب 5 و 3 8 دیگه چرا دوباره داری میشماری؟ هم باید تذکر بدین تا این جا بیفته. بعد واسه همین از معلم اولی که اینو جا بندازه تو کلاس. دوما هوا باشه که دوم این کارو میکنه یعنی اول دبستان مطلب کجا نیافته. جواب معلم اول این بعد تلاش کن. خب گر دانش آموزان منطقه ما به این صورت آموزش ندیدن حفظ و اینا معمولا با انگشت شکل شمایش رو انجام میدن بچه ها سال دوم به مشکل بر نمیخورن چرا؟ بالاخره مدلی که تو کتاب نوشته شده اگه بچه های تسلط رو نداشته باشن گیر میکنن باید یواش یواش تو اول لبستان بهشون رو یاد داد همین صحبت کردم با آقای غلام نجات داشتم میگفتن باید تو کلاس اول لبستان معلم برای این وقت بذاره تا اینجا بیافته دیگه چون ما تو کتاب دوم به این احتیاج داریم نگاه کنید باز میرم کتاب دوم ببینین الان تو همین کتاب دوم اصلا شروع کتاب دوم رو دفعه قبل بهتون نشون دادم فکر کنم این نهاش این بحث دستبندی و شمردنه حالا الان میخوام بهش برسیم اینجا نها کنید این 52ه این 53 است نباید بره چوب خطا رو بشماره که این کیک 5 تا و 3 تا این چیکار 5 تا و 2 تا ما تازه میگیم اگه یه بچه اینایی که واضحن این اینایی که من خط میکشم که واضحن کاملا این چهار نمونه کاملا واضحه دست 5 تاش جداست ما میگیم تازه بچه خوبه که اگه این شکل رو بهش دادی بگه این 5 تاست با یکی ما اینو باید 51 ببینه تازه این بچه شما پیدا کردید که اینو 5 دید این 5 5 و 3 ما میگیم آه این چه بچه خوبیه چقدر خوب 5 و 3 رو میبینه تمرینی که بعد اتفاق بیافته اینه حالا همین رو من میتونستم جور دیگه ببینم ها میتونستم بگم این 5 تاست اینم 3 تاست اینم یه جور دیدنه یه جور دیگه میخوام ببینم این 5 تاست اینم 3 تاست 5 و 3 اگر اینجور این اتفاق بیافته که عالیه اگر نیافتاد حداقلش اینه که این چهارتا رو بعد بچه ها 52 53 ببینن و من همین میگم کتاب برای این مبنا نوشته شده رفته جلو انتظار ما از بچه ها اینه حالا من تو کتاب اول بهتون نشون میدم که کجا هاست که ما روی این هی تأکید میکنیم
هی تاکید میکنیم روی این 5 تا، یا میخواستم اینو نشونتون بدم. الان بریم وارد کتاب شیم. من چت رو به عزتون غیر فعال میکنم برای اینکه دیگه حواسا به من باشه. من میخوام تو کتاب اول و بعد دوم و بعد سومی مواردی که اینجا نوشتیم رو بهتون نشون بدم. خب بریم کتاب اول و اینکه ببینید چقدر تو کتاب اول رو دسته 5 تایی کار، همین اول کار، این خانواده 5 نفر است: پدر، مادر، یه دختر دوقلو و یه پسر. یه خانواده 5 نفره، خانواده بعدی مون هم 5 نفر است. الان بشمار، بشمار رو بگو. چرا بگن؟ چون بلد نیستن بنویسن. همه اینا هم که میبینید 1 تا 5، همه اشیا 1 تا 5. اینا رو از کجا اینا رو تشخیص من؟ گوشه هاش، این 5 گوشه، این 3 گوشه، این 4 گوشه. تفاوت ها رو با چی میگن؟ با شمردنه. الگو گفتیم از شمردن استفاده میکنن. الگو 2 1 2 1، بازم از شمردن داریم استفاده میکنیم. هم زیر 5 هم. اینا بشمار بگو تو هر دسته چند تاست، با انگشتانشون بده. از اینجا بعد این تمرین اتفاق بیافته که نشمرن، یه با دستشون نشون بدن. اینجا حواستون باشه معلمای اول، دست این ور دست من الان دیده میشه از طرف دوربین شما، الان این ورش رو میبینید. من وقتی دستم اونجوری میکنم خودم این ورش رو میبینم، شما این ور رو میبینید. بعد دو ورش رو به بچه ها نشون بدید. این دو، این دست راست هم بود، این دست چپ هم، همش همین ها، همین انگشت هست، ولی 4 مدل مختلفه. و این که من دو رو فقط اینجوری نشون نمیدم، اینم دوه، اینم دوه، دوهای مختلف. پس 3 نوع تنوع داریم، انواع دوها با انگشت، رو و پشت دستتون، دست راست و چپتون، 3 نوع تنوع. همینجاست که اون بدون شمردن ها شروع میشه و دیگه ما انتظار داریم که نشمر دیگه، با 5 و 2 میشه 7، نشمر. از اینجا داریم شروع میکنیم. خب بریم جلو. اینا ببین قبل و بعد شروع شد. هم ببخشید، سریع بگو شروع شد. اینا رو دیگه باید سریع بگی. هم چند تاست؟ 3 تا. 1 تا 3. چرا؟ چون همون پیش دبستان که گفتم، ما پیش دبستان تست کردیم تا 3 تا رو بچه ها سریع میگفتن. حالا یواش یواش با قبل و بعد این 3 رو ما به 5 میرسونیم. انگشتانشون بدید 1 تا 3 همشون اینجا. حالا اگه به شکل 1 دسته اضافه کنیم چه عددی را نشان میدهد؟ من میگم الان فرض کنید اینا 3 تاست. اول که من بدون شمردن بعد بگم 3، سریع بگو به درد همینجا میخور. اینا 3 تا. خیلی، من یه دونه دیگه یک کیف کنار اینا کشیدم. حالا چند تا شد؟ بعد بگید تا اینجا 3 تا بود، بعدیش میشه 4. دیگه من اینجا نمید برم دو از اول بشمارم 1 2 3 4، بعد بگم تا اینجا 3 بود، بعدیش میشه 4. قبل و بعد رو نگاه کن تو کتاب، داره شروع میشه. دوباره یکی بعد یکی قبل رو بگو، یکی بعد یکی قبل. بریم جلوتر. مثلا این 5 تایی ها رو باز دقت کنید. اتوبوس ما 2 تا ردیف 5 تایی داره، پنجره، تأکید زیاد رو 5. انگشتان خودش کلن 5 دیگه. حالا اینا چه فایده‌ای داره؟ این شکل 4 تا، این شکل 4 تا، این هم با 4 تا چوب کبیر ساخته شده، با شکل های مختلفی که با 4 تا چوب کبیر ساخته میشه. چه کمکی میکنه؟ همه اینا 4 انا و یواش یواش داریم بدون شمردن ها رو تمرین میکنیم. بدون شمردن من میگم اینا 4 تاست و اینکه 4های مختلف میشه ساخت. دوباره اینجا نگاه کنید. حالا 2 تا اضافه میکنیم، 2 تا قبل و بعد. به 3 2 تا اضافه کنیم میشه 5 دیگه. این پرنده ها تا حالا چند تا؟ 3 تا، بدون شمردن میگم. حالا میخوام 2 تا بهشون اضافه کنیم. من باید بگم 3 بود 4 5 میشه 5 تا. یعنی ادامهش رو میشمارم، نمیرم از اول بشمارم. همینجا دارن ادامه دادن رو یاد میگیرن. خب
این نگاه کنید باز این دو تا خانواده الان اومدن مهمونی، اون یکی خانواده این بابا هست با مادره، این دفعه دو تا پسر دوقلو دارن و یه دونه دختر دارن، رو هم دیگه میشه 5 و 5 10، این همون خانواده های 5 نفر است. بریم جلوتر. آها، از اینجا رو دقت کنین، صفحه 24، صفحه 24 کلاس اول، من یادتون باشه گفتم ما 0 تا 5 رو اول مفهوم سازی میکنیم، سری بگو رو تمرین میکنیم، بدون شمردن گفتن رو تمرین میکنیم، بعد میخوام نمادش رو بگیم. اون تا نماد صفحه 50 میاد، تا حالا میگفتیم بشمار رو بگو، الان که صفحه 24 وسط کاری اومدیم از چوب خط استفاده کردیم. اینجا چوب خط ها به جای این نماد ها، مثل همون عدد نویسی مایاها بود، من براتون نشون دادم عین اون. بچه ها دارن میگه ما، حالا بچه هایی که اینا نمیدونن، من دارم به شما میگم اینا رو که بلد نیستن، فعلا به جای اینکه میگیم بشمار رو بگو، میگیم بشمار رو بنویس. با چی بنویسن عددو؟ با این چوب خط ها. نگاه کنید، از اینجا چوب خط رو یاد میگیرن. اینجا میگه که بشمار، بگو چند تا از اینا هست، مثلا دو تا زرافه هست، بنویس تعداد هر حیوان چوب خط بکشت. زرافه دو تاست، من اینجا چوب خط 2 میزنم چون بلد نیستم 2 رو بنویسم. خب اینا هم همون مفاهیم ترکیبی هن و حواستون باشه، اینا مقدمه هم مفهوم ترکیبی هن، ترکیبی دوتایی هن، 1 با 4، 2 با 1، 2 با 2، 3 با 1، 3 با 2، و 5 هایی که دارن براتون درست میکنن. خب مثلا چرا این ماشینا صندلیاش دیده میشه؟ ما میخوایم دسته 5 تایی نشون بدیم، 5 و 5، این تأکیدای رو 5 رو نگاه کنیم. خب بریم جلوتر. حتی نگاه کنید اینا رو، این کتاب خونه 1 2 3 4 5 تاست، کتاباش نگاه کنین، 4 و 1 5 تاست، 4 و 1 5 تا کتابه، اینجا هم 5 تا کتاب آبیه، حتی پنجره ها 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، ببین چقدر 5 تایی داره کار میشه، دو تا چینه 5 تایی، همه اینا به خاطر اون داستانه. الان نگاه کنیم، ما اینجا بلد نیستیم بنویسیم دیگه، در هر قسمت با انگشتان یه دست نشون بده چند تا شکل وجود داره، برای این سمت راست چپیه 5 تاست، چند تاش مثل همه 3 تا، انگشتاتو ببر، این 5 3 تا رو بستم، چند تا مونده؟ 2 تا، 2 تا رو که مونده با چوب خط نشون بده، من بلد نیستم 2 بنویسم، با چوب خط نشون میدم. اینا جایگزین نماد عدد دارن میشن. این جشن تولده، کیک 5 قسمتی، این گلا رو نگاه کنین، 5 تا گله، هر کدوم از اینا هم 5 پرن، گل 5 پره، حتی هدیه آوردن 2 دسته 5 تایی هدیه است، 5 و 5، این چقدر تاکید رو 5 داره میشه رو دقت کنین. کیک 5 قسمتی یکی دیگه از نمادهای ماست. خب از اینجا ببین صفحه چندیم؟ 45. تازه نماد 1 نوشتن شروع شد. شروع نماد 1. دیگه مثل قبلا با 2 شروع نمی‌کنیم، ما با 1 شروع می‌کنیم. نماد هم داریم با 1 شروع می‌کنیم. نماد 1، نماد 2. 1 و 2 نوشتن رو تمرین کن. درس بعدیمون بازم نگاه کنید، این میزا 5 تایی هست، 5 تا صندلی، 5 تا صندلی، 5 تا صندلی، باز نماد 5. خب آموزش 3، آموزش 4، بعد اینجا حالا بریم رو 5 توضیح بدم. اینم تمرین نوشتن 4 و 5. باز نگاه کنید، 5 تا گل، گلای 5 پر، و
بچه هم که نشستن پنج تا پنج تا. میبینید این پنج تا، اینا پنج تا، اینا پنج تا. همش تأکید روی پنج تایی ها. خب این آموزش پنج، من اینو یه توضیح بدم. یه آموزش بعد از پنجمونم، اینجا آموزش صفر رو داریم، آموزش صفر. این تو این صفحه صفر تا پنج ما کامل میشه. من این پنج رو توضیح بدم. از یک تا پنج برای نوشتن نمادش مراحلی که باید طی کنید و نگاه کنید چی هست. اول با انگشتان دست نشون بدید. دقت کنید، یه بار این وری گفته، یه بار این وری. شما دو تا دست دارید، یه بار این، یه بار این. این این یه چهار اگه بود چند جور چهار رو نشون بدید؟ چهار چهار. این دستم چهار دیگه ای نشون بدید. مثلا فرض کنید این الان چهاره، یه دونه رو بستم، یه دونه رو بستم، این یه دونه رو بستم، مثلا چهارای مختلف. پس با انگشتا نشون میدم بچه‌ها. بعد ترکیب دایره یا مربع یا چوب کبریت یا مثلث یا شش ضلعی یا چینه، چند تا شد؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. شش تا شکله. باید شما پنج تایی به بچه‌ها بدید، بهش بگید تا میتونی پنج تایی درست کن. حالا پنج مربع رو کنار هم بذاریم، شکل‌های مختلف درست کنیم. پنج رو چوب گرفت کنار هم بذاریم، شکل‌های مختلف درست کنیم. با پنج دایره شکل‌های مختلف درست کنیم. که چی بشه؟ که این پنجه بدون شمردنه قیافه پنج تایی ها اینا تو ذهن بچه ها بمونه. این شد کار دوم. پس انگشتا، ترکیب ها، بعد نمایش چوب خطی، بیان مصادیق، مصداق پنج تایی، گل پنج پر. حالا شما هی مثال مختلف بذارید، مصادیق مختلف بگید، بعدم نوشتن پنج. این شکلیه که در کل کتاب رعایت شده. این صفر هم ببینیم اینجا رو ببینید، پنج تا داشتیم، سه تا کم کردیم، چند تا مونده بچه ها؟ می نویسن دو. پنج تا بوده، دو تاش کم شده، چند تا مونده؟ سه تا. سه تا کیک بوده، دو قطعش رو خوردیم، چقدر مونده؟ یه قطعه. مثلا چهار تا بودن، چهار تاشون رفتن، چند تا میمونه؟ بعد بگن هیچی. صفر رو اینجا دارن یاد میگیرن. این یادتون باشه، صفر دو تا مفهوم داره. اینی که الان دیدید به این میگن مفهوم کاهشی، یعنی با کم شدن صفر ساخته شد. بعد یه صفر دیگه معنی دیگه هم داره، بهش میگن صفر عدم. این اصلا وجود نداره. این تو صفحه بعد گفته شده، میگه تعداد هر شکل رو بنویس. حالا دیگه بچه ها نوشتن بلدن، بردک ها چند تاست، ماهی ها چند تاست، این قورباغه چند تاست، این گلا چند تا، چند تا خورشید داریم؟ هیچی. این عدمه. عدم یعنی که اینجا تو این تصویر اصلا خورشیدی نبوده که من بخوام بشمارم. یه مثال بزنم که فرق این دوتا مفهومه کاهشی و عدمی براتون جا بیافته. به مثال از کنید که یه جای فروشگاه ورزشی ما رفتیم، لوازم ورزشی، خیابون امیریه تهران، مغازه همجور بغل هم فروشگاه است دیگه، فروشگاه لوازم ورزشیه، بورسش اونجاست. مثلا کفش ورزشی، مغازه فقط کفش ورزشی میفروشه. ما میریم تو مغازه میگیم که آقا توپ والیبال داری؟ طرف میگه که بابا اینجا باید مغازه کفش فروشیه، توپ نداریم ما. این میشه عدم. مثلا توپ اونجا نیستش که ما بگیم که داری یا نداری. میگه من اینجا کفش فروشم. مغازه بغلی میریم میبینیم آها توپ آویزون کرده، توپ بسکت، والیبال، فوتبال اینا آویزون کرد. میریم میگیم آها توپ والیبال داری؟ میگه داشتیم، امروز تموم کردیم، حالا قراره برام بیارن. این میشه کاهشی. یعنی یه تعدادی توپ والیبال تو مغازه بوده، هی فروخته، یکی رو فروخته، یکی رو فروخته، یکی رو فروخته، الان چند تا داره؟ هیچی. دوم اولیه کفش فروش بود اصلا اونجا. مثلا مثل اینکه شما به تو مغازه ورزش بگی آه هندونه داریم، یا من اینجا لوازم ورزش میخوام هندونه ندارم. این معنی عدمه.
این دوتا مفهوم صفر توی این دو صفحه گفته شده. خیلی خوب. این الان آموزش صفر تا پنج مراحلش چی شد؟ مراحل آموزش صفر تا پنج خلاصش رو دارم براتون میگم. شمردن، اول بشمار، بعد قبل و بعد رو بگو، بعد سریع بگو، بعد نماد. نمادم اول چوب خطی بود، بعد نماد عددهای فارسی. این ترتیب آموزش صفر تا پنجه. فعلا تا پنج رو رفتیم. خب بریم جلوتر، پنج تا ده رو هم ببینیم. پنج تا ده وارد چی میخوایم بشیم؟ دستبندی. دیگه ای به بعد دستبندی میاد وسط. خب بریم جلو. از اینجا اینها. این کتاب به عمد میاد اینجا مربع‌های پنجتایی میذاره. اینا پنجتا. پنجتا و یک. ما اسم، ببین اینجوریه ها، اسم پنج و یک شده شش. چجوری مینویسیم؟ اینجوری مینویسیم. آموزشش اینه. این معلم اول لبستان نمید بیاد بگه یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. بچه ها چند تا شد؟ شش تا. و اگه اینو بگین دارین میش غلط نیست ها، بازم تاکید میکنم اینا غلط نیست. یا این که آقای غلام نجات گفت میگیم پنج تا، بعدش یکی دیگه میشماریم پنج، شش، غلط نیست. ولی ما میگیم منظور ما این بوده شما داری برای پنج و یک اسم میذاری، اسمش چیه؟ شش. چجوری مینویسیمش؟ اینجوری مینویسیم. ترکیبی داریم یاد میدیم، گفتیم مفهوم ترکیبی داریم استفاده میکنیم. بریم جلوتر. پنج و دو اسمش چیه؟ هفت. با انگشتای دستم داره نشون میده، چوب خط هم نشون میده، دستای کتاب هم همه پنج تاییه. ببینید پنج و دو، پنج و دو. بریم جلوتر. الان مثلا میخوام هشت رو یاد بدیم. چی الان هشت؟ پنج و سه. نهاش پنج تا، سه تا، پنج تا، سه تا. حالا نگاه کنید ته داستان ها، ته داستان رو سریع بگو اینجاست. چه اتفاقی بعد برای بچه ها بیافته؟ ما بچه ها این کلاه رو بشمر. من بعد بگم من بدون نیاز به شمردن این پنجتا رو تشخیص میدم، بدون نیاز به شمردن این ستا رو تشخیص میدم، ستاست. به من هم گفتن اسم پنج و سه هشته. پس من اینجا دیگه نمیام یکی یکی بشمارم، بگم یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. این کار نمیخوام بکنه ما. من بدون نگاه، بدون شمردن، با یه نگاه میگم اینا پنجتاست، با یه نگاه میگم اینا ستا. پنج و سه هم اسمشو گذاشتن هشت، پس اینا هشت تا لیوانه. حالا فرض کنید که جلو بچه ها مهره ریختن. الان شما فرض کنید هشت تا مهره اینجوری ریختین جلو بچه ها، میگه اینا رو بشمار. یه وقت هست من میگم یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. یه موقع میگم نه، من نگاه میکنم مهره رو، اینا پنج تا، اینا هم سه تاست، پنج و سه میشه هشت. الان نگاه کنید، من اینجا شکلش براتون شکل و مهره رو میکشم. این مهره رو ریختن جلو من، میگم بشمار. من با یه نگاه میگم من اینو پنج دارم میبینم، اینم سه، پنج تا و سه تا میشه هشت. دونه دونه نشمردم. اگر این اتفاق در کلاس اول افتاد، یعنی اون چیزی که کتاب داره دنبال میکنه اتفاق افتاده. بازم تاکید میکنم و یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت غلط نیست، ولی کتاب اینو نمیخواست دنبال کنه. کتاب میخواست بچه ها رو مهارت شمردن بهشون بده. مهارت شمردن دستبندی کن بشمر. چرا زود رفتی سراغ این که یک، دو، سه، چهار، پنج دوباره بری؟ دستبندی کن بشمر. بعدم چرا تا پنج رو میشماری؟ تو که تا پنج رو باید بدون شمردن بگی، سریع بگو رو ما تمرین کردیم. میخوام این اتفاق بیافته. تا نوش هم همینطوره دیگه. بعد از هشت نوش هم همینطوره. دهش هم پشت سرش میاد همینطوره. خیلی خوب. باز تا اینجا سوالی اگه داریم بگیم، تا من میخوام برم سراغ بقیه دستبندی ها تو پایه های دیگه. خب چند تا فعال میکنیم، اگه کسی سوال داشت بگیم.
خب سوال نداری. خب شما سوالتون رو نپرسیم ولی ما چایمون رو خوردیم. حالا 67 این تفاوت رنگ باعث گمراهی نمیشه؟ گمراهی از دین رو میگید؟ از چی میگید؟ مثلا شما وقتی این پرسید چند تا کلاه هست اینجا، این باعث گمراهی میشه دو رنگ کلاه داشته باشیم؟ مثلا ما بگیم اینجا مهره ها رو بشمارین، مثلا مهره همون رنگ های مختلف دارن، این باعث گمراهی میشه؟ بستگی به سوال کردن شما هم داره. مثلا اگه من اینجا بگم که چند تا کلا با لبه آبی هست، بعد شما کلا لبه آبی رو بشمارم، وقتی من میگم چند تا کلاهه، یعنی برام فرق نمیکنه دیگه. چند تا لیوان آبیه؟ 3 تا. چند تا لیوان قرمز؟ 5 تا. رو هم چند تا لیوان داریم؟ بعد بگن 8 تا دیگه. چرا گمراه شم؟ میگن بعضی از بچه ها برای 1 تا 5 هم شمارش میکنن. حالا بعد تمرین کنیم دیگه. ببین اینا تمرینه. من گفتم بهتون ما تو پیش دبستان رفتیم، خب اولش بچه ها میگفتی 3 تا مهره میذاشتیم، میگفتی بهش، ما گفتن 1 2 3. بعد ما گفتیم خب من دستمو سریع میارم اینجوری میکنن، مجبور شدن دیگه نشمارن، تا 3 هم گفتن، بعد ما تمرین کردیم تا 5 هم گفتن. تمرین دیگه. بس بازم تاکید میکنم ما داریم از بچه نرمال حرف میزنیم. ما یه بچه نگم بگین که نه یه بچه عقب افتاده ذهنی بود مثلا نمیتونه، خب ما بحثمون اونا نیست. برای اینکه نیازی به دستبندی تا 0 تا 5 نداریم. ببینید وقتی ما میگیم بدون شمردن بگو 0 تا 5 دیگه برای چی دستبندی کنیم؟ مثلا نمیخوام بشمرم، چه برسه میگی دستبندی کنم؟ دستبندی مالا جایی که شلوغه، میگیم اوه این همه توپ باس ما ریختی بشماریم، بیایم دستبندی کنیم بچه ها. اون وقتی که زیاده، وقتی 0 تا 5 من اصلا قرار نیست بشمارم، چرا دستبندی کنم؟ این که تو نوشتن 7 و 8 بچه ها جا به جا می نویسن، اینا تمرین نمی نن. یه سری اختلالات هست که این اختلالات طبیعیه، تو این سن طبیعیه، بچه ها 7 و 8 رو جا به جا می نمیسن. مثلا نگاه کنین اختلالایی که طبیعیه، 7 و با 8 اشتباه می گیرن، بعد 2 رو اینوری می نمیسن، اینو میگن اختلال آینه ای. همه جا دنیا اینجوریه، این 6 انگلیسی رو بچه های اینوری می نمیسن، همین 2 انگلیسی رو انگلیسی هم بچه هاشون از این ور می نمیسن، اختلال آینه ای بهش میگن. این همه جا دنیا هست، فقط مال بچه های ما نیست. این هم به مرور حل میشه، به مرور درست میشه. مثل اینکه بی و دی، این بی این دی انگلیسی، خیلی از بچه ها اشتباه می نویسن اولش، بی و دی رو جا به جا می نویسن، خب 7 و 8 هم جا به جا می نویسن، بعد یه مدتی حل میشه. اینا هم تمرینه دیگه، باید تو تمرین بچه ها ببینن تا یواش یواش حل بشه. ها اینا رو خلاصه خیلی گندش نکنید، این اختلالاتیه که تو همه جا هست پیش میاد. میگم برخی از بچه ها برای نوشتن عدد ها از روش های خاصی میرن، مثلا برای نوشتن 4 از پایین می نویسن. آها به این نوشتن هم و قلم دست گرفتن و اینا، ببینید اینا یه قدیما یه چیزایی رو بچه ها فشار می آوردن، اصلا باعث زدگی بچه ها می شد. مثلا قدیمی ترا یادشونه بچه ای که با دست چپ می نوشت مجبورش می کنن دست راست بده، این دست بدبخت دست چپه، با دست چپ قضا می خود می گفتن نه این زشته بده، بعد اون دستت بگیریم. بچه تفلی معصوم به زور می گفتن با دست راست قضا بخور، بچه چپ دست بود. این که ما قلم و دست بگیریم این شکلی که من گرفتم، درستش اینه. خیلی خوب، درستش اینه. اینو اوکی بعد به بچه یاد میدادن وقتی که اون بچه کوچولو بوده، 3 سالش بوده، تازه بهش خودکار دادن دستش، مداد دادن دستش، بعد یادش میدادن.
حالا یه بچه ای دستش شک گرفته، اومده اول دبستان، ما بخوایم دستش رو فشار بیاریم که تو باید اینجوری بگیری، اصلا زده میشه. یا تو نوشتن یه جوری عادت کرده، یه جای عادته دیگه، کارش نمیشه کرد، اشکالی هم نداره. اینا وحی نیستش که حتما باید اینجوری بنویسن یا حتما باید از پایین بالا به پایین بیاد. میگیم بهتر از بالا به پایین بیاری، خط صافتر میشه. حالا من از پایین به بالا میرم صاف هم میکشم، شما ناراحتی؟ شما چی قاعده؟ من دارم صاف میکشم دیگه. یعنی اینا که میگیم رعایت کنید، بحث بهتریه، بحث واجب نیست. من همیشه مثال میزنم، میگم شما بچه خارجی رو ببینین، فکر کنم معلم ها سکته میکنن از ناراحتی. مثلا بچه اینجوری دست میگیره، واقعا میگم ها، اینجوری دستش میگیره مینویسه به همین شکل. با اینو شما یه همچین بچه ببینین چیکار میکنین؟ عادت کرده دیگه. من بچه دیدم اینجوری قلم دستش میگیره مینویسه اینجوری. اصلا این خارجی ها ببینید اینقدر فرمای عجیب غریب، بچه هاشون بزرگاشون، یه موقع توی این فیلم ها رئیس جمهور آمریکا نگاه کنید، یه موقع میخواد امضا کنه نگاه کنید، بعضی هاشون خودکار رو چجوری دستشون گرفتن، خودکار رو مداد چجوری دستشون میگیرن، آدم بزرگاشون هم همینجوری هم. تا یه حدی معقوله، بیشتر از اون فشار آوردن جایز نیست. بی خودی بچه ها رو اذیت نکنه. اگه از پایین به بالا درست مینویسه و ولش کنه داره درست مینویسه دیگه. گفتن گمراهی از دسته پنجتایی. خب اتفاقا این که کمک میکنه که گمراه نمیشن که دو رنگ باشه. اینکه خب چون دو رنگه که دسته پنجتایی رو راحت تشخیص میدن، گمراه نمیشن. اگر دانش آموزی خواست عدد هفت مثلا هفت رو نشون بده، مبنا رو بذاره چهار و سه، مشکل نداره، اشکال نداره، ولی عاقلانه نیست. یعنی اسم 52 رو ما 7 گذاشتیم. حالا این بچه اگه اینقدر مسلطه که شما میگه 7 رو نشون بده 4 و 3 رو میاره، بذاری نشون بدهش کار نداره. ولی خیلی بعیده، چون تو شروعش تو نامگذاریش اسم 52 رو گذاشتن 7. اینجوری ما گفتیم ما اسم 52 رو گذاشتیم 7. بعدن میگیم که 4 و 3 هم همون 7 میشه ها. این مال بعدشه. حالا اگه کسی به این بعدم رسیده، خب رسیده، اشکال نداره. نفهمیدم چطور اونا کدوم ها رو تفهیم کنیم. خانم سالارین قبلا یه چیزی گفته بودید، من دیگه همه یادم نیست شما چی گفتید که چطور اونا رو تفهیم کنه. میگن واقعا روش عالیه چون بچه ها حفظ میشن. خانم انصاری کلا موافق حفظ کردنه، هر چی که بچه‌ها رو حفظ میکنه ایشون موافقه. خیلی خوب. خب روش تو کتاب معلم گفته شده، ولی خب به این مفصلی نیست. میگم برای پیش این مراحل آموزش 0 تا 5 رو بگیم، غیر از نمادش بگید اشکال نداره. بله اشکال نداره. جمع کردن دو عدد از روش چوب خط و ترکیب با هم، اینا قبلا گفتیم. جمع و تفریق با چوب خطی رو من قبلا توضیح دادم. مداد گرفتن و اینجوری که من گفتم، مداد درست اینجوریه، میگن این انگشت روی قلم بخوابه، اینجوری بگیرن، خب بعدن اینجای مفاصل دستشون اذیت میشه. درستش اینه که بخوابه این دست، اینجا به این مفصل فشار نیاد. یکی از دوستان ما قلم رو اینجوری انقدر میگرفت فشار میداد دستش رو اینجا رو، این مفصلش اصلا عمل کرد بعدن. ولی بخوام میگم فشار زیاد نرین، دستم بخوابه. این درست گرفتنش اینجوریه دیگه. باید و اینا نگید دیگه، اینا باید نیست. ببینید من نگران این تیکه ها، ما مداد را با انگشت شست و اشاره باید گرفت، این باید که میگید من خود یه جوری میشه، مستحبه، بگید مستحبه، مثلا اینجوری بهتره. بر خارجی ها، بر اونا میگن خارجی ها اشکال نداره اینجوری بگیرن. خب تکه نویسی میکنن چطور؟ چی؟ مثلا برنوشتن 5-8 مینویسن، بعد پایینش رو اضافه میکنن. ببینید اینا یه بچه اگه عادت کرده سر به سرش دیگه نذارید. اگه عادت نکرده میتونه عادتش رو تغییر بده، با تمرین درست میشه.
اگر عادت نکرده با تمرین درست میشه. ببینید من این مثال بزنم، الان 8 رو میخوام بنویسم، کتاب اینجوری گفته برو بالا بیا پایین، حالا من الان 8 رو اینجوری مینویسم، گناه کردم اینجوری نوشتم، اشکالی داره؟ من که الان 8 هم قشنگتر از 8 کتابه که، گناه نکردم که. حالا اگه یه کسی عادت کرده اینجوری، ما یه معلم داشتیم دکترای ریاضی داشت، به ما سوم راهنمایی داشت درس میداد، 9 اینجوری مینوشت، مثل کیو مینوشت، ما 9 اینجوری نمینویسیم، حالا این اینجوری مینوشت. اول هم یه اینجوری دایره میذاشت، بعد اون خط میکشید کنارش. بچه ما انقدر خوششون اومده بود همه تو سوم راهنمایی 9 اینجوری مینوشتن. حالا اشکال نداره که، من اینا رو میگم، میگم زیاد سخت نگیرید داستان رو به بچه ها. اگر حالا پنجم اینجوری که شما میگی، اگه تمرین کردی درست شد، شد نشدم، اگه خوب مینویسه اشکال نداره دیگه، اگه خوب مینویسه دیگه اشکال نداره. بریم ادامه بحث. ما الان 0 تا 5 رو رفتیم، 5 تا 10 هم رفتیم، اما خود 10، خود 10 رو میخوام بریم ببینیم. خب بریم قسمت 10 به بعد و اون دسته‌بندی رو میخوام بریم تو دوم و سوم هم ببینیم. اینم من بگم به این کجاها میشه تمرین کردین تا 5 رو، من میگم بدون شمردن بچه‌ها بگن، من حتی میخوام بگم یه معلم خوب اگه باشه ها، اینجا که میخوان مقایسه بچه‌ها انجام بدن، به تعداد و زیرش بنویس دیگه. من اگه باشم این کارو میکنم، اینجا رو ببینید، 5 تا و 1 این 6 تا است، اینا 5 تا و 3 تا 8 است. چقدر خوب آدم اینجوری بشماره. اینجا رو میخوام ببینیم، نه ها من خیلی راحت این 5 تا رو میبینم، 5 و 2 7 انا خیلی راحت، برای من خیلی راحته بگم اینا هاش، این 5 اینم 3 میشه 8 تا. حتی از این فرصت ها استفاده کنید. الان 9 آموزش 9. خب الان نگاه کنید صفحه 86 نماد جمع شروع شد، جمعای ترکیبی. اینجا صفحه آموزش 10. خوب 10 رو دقت کنید، یه نکته مهم داره. اولا توجه به این مربع ها، چیز مستطیلای 5 تایی که کتاب بینشون اینجا فاصله میندازه. هدف چیه؟ الان میگه 4 و 2، 4 تا 2 تا. حالا میخوام جواب بنویسم. اگه یه بچه‌ای رفت گفت 1 2 3 4 5 6 غلط نیست، ولی قشنگ‌تر اینه که بگه 5 و 1 میشه 6. بعدی مثلا من میخوام الان 6 و 3 رو حل کنم. حتی نگاه کنم من 6 رو چجوری میکشم، میگم 6 یه 5 تاست و یه دونه یکی. و یه بچه اول لبستان اینجوری گفت عالیه، یعنی نشون میده که اون داستان 5، داستان 5 و فلان داره جا میافته، 5 و 1. حالا میخوام 3 تا جلو برم با رنگ سبز، 1 2 3. میخوام جواب بنویسم، برای نوشتن جواب 5 و 4 میشه 9. اینجوری بعد بچه ها حل کنن. الان 3 و 4، این 4ش رو با سبز کشیدم، اینم 3. حالا میخوام بشمارم، 5 و 2 7. خب حالا میام اینجا، 3 تا موردش میشه 10، 5 و 5 4 و 6 7 و 3. ما با این 5 و 5 کار داریم، و اینکه 4 و 6 هم که میریم، این 4 تاست، اینم 6 تا. نهایتاً حالا میخوام بشمارم، بعد بگم 5 و 5، اینم که میگم 5 و 5، اینم که الان تا اینجاش 7، 7 و 3، نهایتش میگم 5 و 5. یعنی در هر حال برای جواب آخر میگم 5 و 5. خب بچه ها اسم 5 و 5 رو چی گذاشتیم؟ 10. 10 رو چه شکلی مینویسن؟ اینجوری. ما عددهایی، این عددهایی که دارم اسم میبرم، 10 تو کلاس اول، 100 تو کلاس دوم،
1000 تو کلاس سوم، میلیون تو کلاس چهارم و میلیارد کلاس پنجم. این عدد اصلی همونه، طبقات اصلی همونه. اینا تو کتاب های ما دو بار آموزش داده میشن. یه بار بدون ارزش مکانی، یه بار با ارزش مکانی. الان این صفحه 88 که هستیم دفعه اوله، بدون ارزش مکانی. یعنی چی بدون ارزش مکانی؟ ما الان گفتیم 5 و 4 اسمش 9، قیافه 9 چه شکلی اینجوری، 5 و 3 اسمش 8، قیافش چه جوری اینجوری، 5 و 2 اسمش 7، قیافش چه جوری اینجوریه. حالا داریم میگیم 5 و 5 اسمش 10، قیافش چه جوری اینجوری. این یعنی قیافه است. قیافه است یعنی بچه نمیدونه این 1 10 تا 1 0 1 ها، اینو نمیدونه. اگه اینو بخوام بگیم میشه با ارزش مکانی. حالا چند صفحه جلوتر ما 10 با ارزش مکانی رو میگیم، یعنی دفعه دوم بچه های این دفعه 10 رو با ارزش مکانی یاد میگیره، میفهمند یه دهتایی صفر یکیه. صد هم همینطوره، صد و یه بار معرفی میکنیم بدون ارزش مکانی، بعد با ارزش مکانی. هزار هم همینطور. خیلی خوب، بریم جلوتر. این تفریق، خب از اینجا دستبندی شروع میشه. دستبندی 4 تایی کن، 6 تایی کن، 3 تایی، 5 تایی، 7 تایی تا بالاخره 10 تایی. بعد تو صفحه بعد یه تمرکز رو 10 تاییه. از اینجا صفحه 101 مبنای 5 تغییر میکنه میشه مبنای 10. ما تا حالا میگفتیم 5 تایی دیدی بعد بدون شمردن بگی. الان میگیم 10 تایی دیدی بدون شمردن بگو، به خصوص به این شکلا. این میله 10 تایی بهش میگیم. این بچه اینا 10 تایی دیگه نمیخواد بشموره دیگه، 10 تاست. 1 2 تا 10 تایی داریم، 4 تا 1 داریم، دیگه نمیخواد بشمورید. خب 2 تا 5 تایی چوب خط که خط کشیدن دورش، اینا 10 هم 10 تا 10 تا 10 تا میشه 3 تا 10 تایی، یه دونه 1. دیگه چه 10 تایی هایی میشناسید؟ انگشتان دست. 5 و 5 قبلا میدونستیم 10. 5 تا 5 تا، اینم خوبه بچه ها ببینن که میشه 10. 1 10 تایی 0 1، 1 10 تایی 0 1، 1 10 تایی 0 1. این دفعه چی الان؟ دفعه دوم با ارزش مکانی. صفحه 102 با ارزش مکانی. خب اینو خوب دقت کنید، یه نکته بسیار مهم داره. نکته مهم ما الان چیه؟ ما دسته 10 تایی درست کردیم، شده 1 10 تایی 0 1. بعد میگیم ای بچه ها این قیافه چیه؟ همون 10 که قبلا میشناختیم. از این چه استفاده ای میخوایم بکنیم؟ صفحه 102 رو یادتون باشه، خارج کردن عدد از جدول. بهانمون چیه؟ شروع کار 10. میگیم بچه ها این عدده رو انگار از این جدول 1 10 تایی خارجش کردن، 1ش رو گذاشتن اینجا، 0ش رو گذاشتن اینجا سمت راستش. اون یکی رو سمت راست میذارن، دهتایی رو سمت چپ میذارن، از جدول خارجش میکنیم. خب ما هم که بلدیم بخونیمش، اسمش میشه 10. اینجوری ما از جدول خارج کردیم و خوندیم. این میشه آموزش 0 تا 10. 0 تا 5 رو رفتیم، 5 تا 10 هم ترکیبی رفتیم و این خارج کردن از جدول رو یاد گرفتیم. خب من اینجا برگردم، این صفحه 102 یادتون باشه، برگردیم به اون حالتهایی که داشتیم میگفتیم. ما 0 تا 5 رو گفتیم، 5 تا 10 هم گفتیم، از اینجا بعدش 10 تا 20 و 20 تا 100 مونده هنوز. این باشه برای جلسه بعد، این برای جلسه بعد که میریم توی 100 و اینا کلاس دوم و سوم رو هم میگیم. فقط یه چیز اینجا یادتون باشه، ما تا اینجایی که الان گفتیم معنادار کردن شمردن بود،
گفتیم شمردن رو میخوای معنادار کنی، اول درست بشمار اصول شمردن، قبول. بعدش قبل و بعد رو بگو، بعد سریع بگو تا پنج رو، پنج به بعدم ترکیبی بگو، بگو پنج و یک، پنج و دو، پنج و سه، دستبندی شروع شد. حالا من اینجا عدد نویسی رو قطع میکنم، میخوام ادامه دستبندی رو بگم. ما الان اینجا دستبندی کردن رو یاد گرفتیم، دسته دهتایی، قبلش هم دسته های جورای مختلف بود، یاد گرفتیم که دستبندی کنیم و بشماریم. این که یه نفر پرسی صفر تا پنج و چرا دستبندی نمی کنیم، جوابم چی بود؟ اونجا کمه. این که الان زیاده، این مربع ها رو نگاه کنیم چقدر زیاده، چی کار کنیم؟ خب برو اول دستبندی کن که کمک کن راحت‌تر بشماری. خب من نمیتونم بگم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. چرا؟ ولی اسم این کار من دستبندیه، یکی یکیه. یعنی انگار شما یه دونه یه دونه دستبندی کردید. اگه میگفتید 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28، یعنی دستبندی چند تایی رفتیم؟ دوتا دوتا. این همون ارتباطش با شمردن چند تا چند تا سا. حالا بیایم کتاب دوم رو نگاه کنیم. من مهارت دستبندی رو دارم براتون میگم، دقت کنید. توپ ها رو میخوایم بشماریم. چجوری بشماریم توپ ها رو؟ یه دونه یه دونه میخوای بری؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. این یه مدل. میخوای دو تا رو تایی بری برو. یه راهش چیه؟ دستبندی کنیم. چجوری دستبندی کنیم؟ من با اون عقل کلاس اولین بعد اینو بگم، اگه کلاس اولین درست شده باشه، من میگم من بدون شمردن میگم این 5 تاست. من واقعا نشمردم الان 5 تا دورش خط کشیدم. یه 5 تای دیگه هم اینجا دارم میبینم. شما ممکنه جای دیگه 5 تا ببینید. یه بچه جای دیگه ببینه، مشکلی نیست. یه 5 تا دیگه. اینم یه 5 تا دیگه. 5 و 5 میشه 10، 5 و 5 میشه 10، 2 تا 10 بدون یکیه میشه 21. اگر خواست اینجوری بیاریم راحت درش بردن. این فلسفه یه دسته بردن و شمردن اینه. من 5 رو بدون شمردن بذارم کنار، 5 و 5 میشه 10. یکی ممکنه بگه خب چرا دسته دهتایی درست نکردیم؟ میگم میشه دسته دهتایی، من دسته دهتایی درست کردم. بعدی چه مردن رو بشمارم دیگه به 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. پنج رو نمیشمارم، پنج تا، پنج تا، پنج تا، پنج تا، این هم بدونه. خب رو همین ایده رو بگیریم، پس داریم ایده دستبندی رو میگیم. اینجا کتاب دوم هنوز اینجا گفتیم رو هم دستبندی کنیم. به ما گفتیم دهتایی رو پر کن. من اگه میتونم میگم پنج تا، من جدا میکنم این پنج تا، این پنج تا دیگه، مثلا این، من واقعا اونجایی رو دارم میرم دورش خط میکشم که نمیشمارم ها، یعنی به چشمم میاد پنج تا، اینا اینو به چشم من اینا پنج تا میاد، پنج و پنج ده تا، پنج و پنج ده تا، دو تا ده تایی داریم، پنج و دو هم میشه هفت. یه بچه این کار رو کرد خیلی خوبه، یعنی کلاس اولش رو فول بشه متوجه شد. خب بریم جلوتر. ارتباطش با شمردن چند تا چند تا. خب میرسیم اینجا، میگه که بشمر. الگوهای شمردن چند تا چند تا یادتونه دیگه، نه من توضیح دادم. چرا میریم سراغ دسته های پنج تایی؟ برای اینکه من چشم پنج تایی رو راحت میبینه. دو، اینکه الان میگم الان میخوام اینو بشمارم، میگم این 5 تاست، این 5 تاست، این 5 تاست، این 5 تاست، اینم یه 5 تا دیگه، 5 5 5 5 5 و 3 تا 28 تاست. چرا من سراغ 5 تایی رفتم؟ چون از کلاس اول لبستان تو الگوهای شمردن چند تا چند تا من 5 تا 5 تا رو حفظم. این موضوع تو کتاب سوم اتفاق میافته، مهارت دستبندی و شمردن. اولین درس سوم چیه؟
شمردن چند تا چند تاست. خب اینجا گفتیم الگو رو اگه حفظی الگو بنویس، حفظ نیستی جمع بزن. بعد گفتیم میریم جلوتر، این شکل‌هایی که به ما داده دسته‌بندی می‌کنیم، دسته‌های پنجتایی. اینجا هم پرسیده کدومش ذهنی میتونستی بگی؟ اونه که من پنجتا پنجتا شمردم. بنابراین از این بعد خواستی بشمری، دسته‌های پنجتایی درست کن. ادامه بحث دسته‌بندی تو عددیش، اون فرم شندسی و شکلی بود، اینجا فرم عددیشه. صفحه 12 دسته دهتایی درست میکنیم. 2 و 8 میشه 10، 5 و 5 میشه 10. اینو میخوام بشمارم، 1 و 9 10 تاست، 2 و 8 10 تاست، 3 و 7 10 تاست، میشه 30. من 10 تا 10 تا و 5 تا 5 تا رو حفظم، برابر اینجوری دسته بندی میکنم. این میشه مهارت دسته بندی و شمردن. میریم جلوتر تو کتاب سومیم هنوز. درس الگوهای متقارن، شکلهای متقارن هم میگه اینا رو بشمر. حالا بگو چجوری از تقارن برای شمردن سریع تر استفاده میکنی؟ 1 2 3 4 5 6 7 اینجا 7 هست، 7 و 7 و 7 و 7. اگه الگوی 7 و 7 رو حفظم، 7 14 21 28. اگه حفظم، اگه نیستم جمع بزن. مهم اینه که من 1/4 رو میشمارم، ما بقیش رو دیگه نمیشمارم. این شد سیر مهارت دستبندی و شمردن. این دیگه ته اون مهارتیه که ما از بچه ها انتظار داریم. پس من الان 0 تا 5 رفتم براتون، 5 تا 10 هم رفتم، 10 هم که دوباره آموزش میدیم و گفتم، و اینکه ما چجوری اون شمردن توتیوار رو معنادار کردیم. اون سیری که تو اول کتاب اول لبستانمون نوشتیم یه بار دیگه براتون بیارم. این تیکه ای که من اول نوشتم، این دارم بحث امروز رو جمع بندی میکنم. ما اینجاییم، اینجا بود. شمردن توتیوار رو میخوام معنادار کنیم. اصول شمردن رو گفتیم، قبل و بعد، در ادامه شمردن، سریع گفتن، بعد رفتیم دسته بندی. 1 5 تا 10 بود، 10 تایی به بعد و حالا توضیح میدم، دسته بندی و شمردن، تقارن در شمردن. اینا تموم شد. از این لیستمونم فعلا ما مفهوم عدد رو شروع کردیم، 0 تا 5 رو رفتیم، 5 تا 10 هم رفتیم. ما بقیش 10 تا 1000 رو طلبتون تا جلسه بعد. الان سوال اگر راجع به این مواردی که توضیح دادیم دارید بپرسید. راجع به همین تیکه ای که من براتون خلاصه و جمع‌بندی درس امروز رو گفتم. خیلی خوب، سوال خب، کسی سوال نپرسید. بسیار خوب، شما هم خسته نباشید و عیدتون هم مبارک باشه. انشالله که هفته بعد بتونیم ما بقیه بحثمون رو ادامه. من یادداشت کردم برای خودم که تا کجا گفتم برای شما. انشالله هفته آینده که شنبه جلسه ششممون هست، ادامه بحث عدد و عدد نویسی رو انشاءالله شنبه براتون میگم. متشکر از شما و خدا نگهدارتون تا روز شنبه که بقیه بحثمون رو دنبال میکنیم. خسته نباشید و خداحافظتون.